هست به اسم ضد سرطان. این ضد سرطان به طور دائم این ژن سرطانی رو کنترل میکنه. هر دلیلی که سبب متوقف شدن ژن ضد سرطان بشه، ژن سرطان روشن میشه و ما سرطان. تمام بیماری هایی، تمام موادی که میگن سرطانزا، بیشتر موادی هستن که ژن ضد سرطان رو غیر فعال میکنن، خرابش میکنن، در نتیجه این رشد میکنه. اصلا چرا ما ژن سرطان در بدنمون داریم؟ این ژن سرطان هم اگر اونایی به خدا اعتقاد دارن میگن خب چرا یک چیزی بدی رو تو ما گذاشته؟ این طبیعت چرا اینو داره؟ به خاطر که در یک زمانی ما از این ژن استفاده می‌کنیم. یعنی اگر کسی ژن سرطان نداشته باشه، ممکنه از نظر تکا، از نظر سلامتی سالم نباشه. چرا؟ به خاطر که این ژن‌های سرطانی در یک زمانی به درد ما می‌خورن، زمانی که ما رشد جنینی داریم. تمام این ژن‌های سرطانی در زمانی که ما در حالت جنینی هستیم، یعنی همه حیوانات، انسان یا هر کسی در حالت جنینی هستن، این ژن‌های سرطانی هستن که زمینه رو فراهم می‌کنن که این بدن ظرف 9 ماه به اندازه‌ای که می‌بینید بشه 3 کیلوگرم، 3 کیلو 200، 2700 گرم، بالاخره خیلی در ظرف 9 ماه اینقدر یک خودی گنده درست میشه. خب ما اینو میگیم بچه آدم، بالاخره یک، ولی خب می‌بینیم که این فعالیت این ژن‌ها سبب درست شدن یک فرزند میشه، رشد جنینی میشه. ولی بدن در سیر تکاملی خودش کم کم ژن‌های سرطانی رو توسط ژن‌های ضد سرطانی کوشش می‌کنه که خاموش کنه. اینجا بشینم چون بعضی وقتا حتما باید ببینیم همه خاموش کنه. این ژن‌های سرطانی از بعد از اینکه ما به دنیا میایم، یا حتی از هفته 4 و 5 جنینی شروع می‌کنن به فعالیت خودش، که دیگه کدوم یکی فعال بشه که جلوگیری کنه از یعنی فعالیت ژن ضد سرطانی، همونطوری گفتیم خونسا کردن ژن سرطانی. و این فعالیت ژن ضد سرطانی از هفته‌های 2 و 3 که در حالت جنینی هستیم شروع میشه و کم کم طوری تنظیم میشه که وقتی که بچه به دنیا میاد همه چیزش درست. بعضی وقتها یه اشتباهایی میشه، مثلا بچه به دنیا میاد ولی مثلا یه قده دست چشمش خیلی زیاد هست، اینطوری یه ریتینوبلاستوم هم داره به اندازه مثلا یه سیب. چرا؟ چون فقط در رشد جنینی، در زمانی که بچه در داخل رحم بوده، فقط اون ژن ضد سرطانی که قرار بوده که اون ریتینوبلاستوم یعنی قسمت چشم رو متوقف کنه، این دیگه کار نکرده، همونجوری گذاشته که اون رشد کنه. در نتیجه وقتی بچه به دنیا میاد ببینیم که با یک قده‌ای به دنیا میاد. بعضی وقتا این ژن‌های ضد سرطانی کاراشون رو خیلی بیشتر از اون که باید انجام میدن و زودتر هم انجام میدن. ما در چند شرایطی نارسایی‌های و ناهنجاری اندام‌ها رو داریم. مثلا میبینیم که یک کسی به دنیا میاد مثلا سرش کوچولوست، چشمش کوچکه. اینها البته همه بیماری هایی که وجود که مادرزادی هست به خاطر ژن سرطانی نیست، ولی اینجا میخواستم فقط این اندازه به شما بگم که نمیتونستیم ما ژن ضد سرطانی نداشته باشیم، چون ژن ضد سرطانی فقط برای ژن سرطانی نداشته باشیم، چون ژن سرطانی برای تولید یک آدم از مهمه. حالا همین ژن های ضد سرطان و ضد سرطان و ضد سرطان که میان در آدمی به سن من، در اگر در شرط من یک ژن ضد سرطان در کلیه من غیر فعال بشه، من سرطان کلیه میگیرم، در سینه من سرطان سینه میگیرم، در مغزم سرطان مغز. یعنی اینطوری ما میبینیم که این کنترل شدید ژن ضد سرطانی روی
جن سرطانزا یک اهمیت فراوانی داره و ما معمولا تمام موادی رو که جن سرطانزا رو فعال کنن یا جن ضد سرطان رو از فعالیت بندازن ما بهش میگیم اینو نخورین که سرطانش زیاده، اونو بخورین که سرطانش مواد اون که میگن رنگ نمیدونم گودرون که اینا کربن پلاستیک و اینجوری ملامین اینا ژن سر اینا سرطانزا هست یعنی چی؟ یعنی ژن سرطانزا رو فعال میکنه یا ژن ضد سرطان رو متوقف. اینه که تا اینجا یا همه چیز روشن هست؟ تا بینید که من صحبت میکنم.